در اکثر صحبتهایی که شنیدیم نام ایران مطرح بوده و در واقع ذکری شده از خطری که پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، در حالی که جمهوری اسلامی اکثر چیزهای خیلی پیش پا افتاده مورد نیاز مردم رو از چین و از جاهای دیگه وارد میکنه، تمام هم و غمش رو گذاشته روی این توهمی که پیدا کرده در مورد هسته‌ای شدن و اتمی شدن. این رو به چه صورت میبینید؟ تا چه حد واقعا این خطر جدیه؟ تا چه حد این تقیه‌ای که مسئولین جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی میکنه که ما اصلا دنبال این بمب اتمی نیستیم و این حرام است و غیر و زارک، این رو یه نگاه کلی اگر بهش بیاندازید چی رو میبینید؟ ببینید، ما باید این بحران رو در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این 42 سال گذشته مورد بررسی قرار بدیم، به این شکل که قانون اساسی ایران و مواضعی که رهبران ایران در طی این دوره گرفتن، خصوصا آقای خمینی که هنوز رهبران دیگه و سیاستمداران دیگه پیرو مواضع و اهداف او هستند، و این مسئله صدور انقلابه، به این شکل که جمهوری اسلامی برای خودش رسالتی میبینه که این انقلاب رو حداقل نفوذ خودش رو در کشورهای اسلامی خاورمیانه گسترش بده، و نام این رو حتی ام القرا، استفاده من از این عبارت عربی، کشور مادر، به این شکل که این تجربه ایران در انقلاب اسلامی ایران و ولایت مطلق فقیه در واقع نمادی باید باشه برای کشورهای دیگه‌ای که تغییرات در روابط بین المللی و امور داخلی خودشون میخواد. و در این رابطه خیلی پیچیده بوده، ولی در ضمنی که این رابطه بوده، هر جایی هم که برای جمهوری اسلامی ضرورت ایجاد کرده با آمریکا همکاری کرده. مثلا در دهه اول حکومت اسلامی یا در دهه 1980 امریکا و ایران در مبارزه بر حضور نیروهای نظامی شوروی هماهنگ بودند. ایران به هزارها کمک میکرد، کمکهای نظامی و اقتصادی میکرد، و آمریکا و عربستان سعودی هم از طریق پاکستان به کسانی که بر ضد مبارزین به نام مجاهدین در زمان بودند، که در واقع این طالبان بخشی از همون مجاهدین بوده، کمک میکرد. بعد حتی در عراق به کویت ایران و آمریکا همکاری کردند در سال 1990 برای شکست صدام، تا جایی که فرماندهان نیروی دریایی آمریکا از ایران تشکر کردند. و بعد وقتی رسید به 2 سال به حمله به افغانستان، باز ایران اجازه داد به آمریکا که از نیروی هوایی کشور برای پروازهای جنگی استفاده بکنه برای زدن پایگاه‌های طالبان در بعد از 11 سپتامبر در افغانستان و خیلی جالب. و بعد در سال 2003 وقتی آمریکایی ها به عراق حمله کردند، در اون زمان از کنگره آمریکا از طریق احمد چلابی $20 میلیون خرج میکرد که نیروهای ضد صدام رو در ایران و در جای دیگه اینها رو بسیج بکنن، و تونستن در ایران گروه البت رو درست بکنن که حدود 12,000 بودن. تعدادی از اونها سربازان شیعه عراقی بودن که از زمان جنگ ایران عراق در اونجا مونده بود و یا از عراق فرار کرده بودن. و خیلی جالبه که اولین گروه نظامی غیر از آمریکا و بریتانیا که برای سرنگونی صدام به عراق حمله کردن، این گروه البت به فرماندهی سپاه پاسداران بود. این مثال ها رو میزنم. و حتی بعد از اینکه داعش به وجود اومد، شکست صدام حسین و مزمحل کردن ارتش اونجا که زمین ساز داعش شد، باز ایران و آمریکا و حتی اسرائیل همکاری میکردن برای شکست داعش. بنابراین میبینیم که جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد رسالت خودش رو ببینه که انقلاب رو صادر بکنه و ضد آمریکایی بودن
یکی از محورهای اصلی تبلیغات اسلام در ایران در این رابطه، ولی به واقعیت ها که نگاه میکنیم، به عمل که نگاه میکنیم، ببینیم که ایران در واقع دشمن دوسته و همکاری کردن، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی دقیقا فاشیستا و کمونیستا معتقد به این اصل بودن و در رفتار و کردار خودشون ازش استفاده میکردن. یعنی چون اهداف برای هر نوع به اصطلاح سوال و مشکله، بنابراین از هر وسیله میشه استفاده کرد برای رسیدن به اون هدف. وقتی با آقای خمینی گفتم این کسانی رو که اعدام میکنین ممکنه بیگناه باشن، خب اگر بیگناه بودن میرن تو بهشت. در واقع منطق این این ماجرا، چون ایران این سیاست تهاجمی و گسترش نفوذ خودش رو در منطقه در این 42 سال دنبال کرد، از اواسط دهه 80 تصمیم گرفتن که بتونن حداقل توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این منطق خودش رو داشت به این شکل: اگر یک کشوری دارای سلاح هسته‌ای باشه، این میتونه بازدارنده حمله دیگران به اون کشور باشه، به این دلیل که سلاح هسته‌ای سلاح خودکشی است. بنابراین هیچ کشوری نمیخواد حمله بکنه به کشور دیگری که دارای سلاح هسته‌ای، به این دلیل. ولی تحریم ها که شروع شد، تحریم های وسیعی که علیه ایران در سازمان ملل متحد 6 قطعنامه شورای امنیت تایید کرد، در برای مهار برنامه هسته ایران و تحریم اقتصادی ایران، که هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به اون رأی دادن، از جمله چین و روسیه. بنابراین ایران در برابر یک معضل و یک دوراهی قرار گرفته که این هنوز هم ادامه داره، که آیا میخواد برای بازدارندگی از حمله‌ای که ممکنه به سیاست تهاجمی و که در منطقه داره از اون جهت خودشو حفظ بکنه، و یا اینکه وقتی تحریم هست مشکلات معیشتی، بیکاری، تورم برای ایران مسئله ساز میشه. امروز در ایران در برابر یک مشکل عظیم معیشتی اقتصادی در برابر توده های مردم قرار گرفته، و از طرف دیگه این بازی با مسئله بحران هستی. این به اصطلاح به چه شکل، در یک نکته اساسی که باید اینجا توجه داشت و ایران از این واقعیت آگاهی داره، اینه که اگر ایران بیاد توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، بدون چونه چرا تبدیل به حمله نظامی به ایران خواهد شد. چرا؟ برای اینکه ایران 42 ساله که کشور اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه، میگه سرطان باید از بین بره، و توجه داشته باشیم که کشور اسرائیل، هر انتقادی که ما از مردم، از دولت اسرائیل در رابطه با فلسطینی ها داشته باشید که بسیاری از ما داریم، ولی اسرائیل کشوری است که عضو سازمان ملل متحد، با تمام دنیا روابط عادی تجاری و اقتصادی و دیپلماتیک داره، کشوری مثل چین، اتحاد شوروی، روسیه و غیر ذالک. بنابراین وقت ایران و بعد مردمی که به هر حال 2000 سال مورد ظلم و ستم بودند، اینها وقتی مورد تهدید قرار میگیرن عکس العمل نشون میدن. بنابراین بین ایران و اسرائیل اول جنگ لفظی شروع شد، ولی این جنگ لفظی داره نرم نرم تبدیل به درگیری های نظامی میشه که میبینیم ترور کردن افراد و غیر ذالک. بنابراین مشکل ایرانه، وگرنه این نکته آخرم بخوام بگم که ایران و اسرائیل هیچ نوع تضاد منافع ملی ندارن، یعنی رفاه، امنیت و حیثیت جامعه ایران به هیچ وجه ارتباطی به این نداره که بخواد با اسرائیل دشمنی بکنه و یا با آمریکا دشمنی بکنه. میتونه از منافع ملی، این واقعیتی است که این به کجا کشیده میشه بستگی به این داره که رهبران ایران آیا میخوان به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشن که نتیجه اون جنگه، و یا به خاطر ثبات و بقای خودشون و پاسخگویی به مشکلات گسترده رو به افسون معیشتی در جامعه ایران بیان برجام رو از دو بپذیرن و بتونن نفت، توجه داشته باشیم فروش نفت برای ایران حیاتی. ایران از تفنگ، از خرافات مذهبی و از نفت، این سه عنصر برای بقای رژیم جمهوری اسلامی ضرورت دارن. با تفنگ یعنی تمیم و دستگاه سرکوب و شکنجه و اعدام، و با خرافات مذهبی که میدونیم خرافات مذهبی در ایران هنوز بُعد داره، هنوز زمینه داره برای به اصطلاح نفوذی که روی توده های مردم بذارن، دائم دارن ازش استفاده میکنن. و سومی مسئله نفت، یعنی تنها مهمترین
به منبع درآمد برای ایران، چگونه میخواد در برابر این تحریم ها ایستادگی بکنه؟ واقعا نمیدونیم ما چه خواهد کرد، ولی گمان زنی شخصی من اینه که دیر یا زود ایران میپذیره که برجام رو احیا بکنه، برای اینکه احیای برجام برای ثبات و بقای جمهوری اسلامی ضرورت داره. میخواستم یک نگاهی بکنید به آنچه که آقای رئیسی در این حضور مجازی و توضیح بدید راجع به برداشت خودتون از صحبت‌های رئیسی در سازمان ملل. ببینید تمام سخنرانی‌هایی که در مجمع عمومی انجام می‌گیره، چه در گذشته و چه در حال حاضر، مقصودم در از زمان تشکیل سازمان ملل متحد تا کنون، کشورها میان و سعی می‌کنن که به اصطلاح راهبردها، ایدئال‌ها و اهداف سیاست خارجی خودشون رو توضیح بدن و تأکید رو بذارن در واقع روی دیپلماسی، روی تعامل، حتی نسبت به کسانی که اختلافات اساسی با اونها دارن. در این نوع سخنرانی‌ها تهدید کمتر انجام می‌گیره و به طور کلی نقش دیپلماسی اهمیت زیادتری داره. این در حال سنتی است که در اونجا هست. واقعیت امر اینه که ایران، مثلا در ایران هم وقتی مثلا آقای خاتمی اومد سخنرانی کرد، او تاکید رو گذاشته بود روی دیپلماسی، صحبت از گفتگو. مثلا وقتی موقعی که احمدی نژاد اومد صحبت کرد، او اومد امام زمان رو توی صحنه دید و یه سری مزخرفاتی گفت که در واقع بیشتر مورد رضایت فکاهی شوهای آخر شب آمریکا که برای خندوندن مردم استفاده میکنن از اینها بود، یعنی محتوی دار. روحانی که بعد اومد باز بود کم و بیش شروع کرد که در چارچوب منافع ملی ایران حرفهایی بزنه، اگرچه قدرتی نداشت که تغییر اساسی در سیاست خارجی رو. آقای رئیسی صحبتی که کرد خیلی جالب بود، به این شکل که در واقع یک انشای بیمنی بود که براش نوشته بودن و همونطور شما بود تمرین کرده بود که بیاد این انشا رو بخونه و پر از تضاد و تناقض و دروغ بود در این انشا، که واقعا اینقدر راجبش در همین روزها گفته شده که نیازی نیست که ما در اینجا تکرار بکنیم، همونطور که شما خودتون توضیح میدادیم که تا چه اندازه حرفایی که در میزن مسئله و بیمعنی و خلاف واقع بود، خصوصا وقتی که اومد و این گروهی رو به کنگره آمریکا حمله کرده بودن. اینا الان حدود 500 نفر از اینا متهم به قانون شکنی هستن و تعدادی از اونا اومدن با دولت گفت اقرار کردن به خلاف خودشون، به قانون شکنی خودشون، و براشون مدت زندانی بریده شده و غیر ذلک. و افکار عمومی آمریکا و حتی جمهوری خواهان آمریکا همه از این تجاوزگران به صلاح خشن انتقاد میکنن و اینها رو محکوم میکنن. اینکه رئیس جمهور ایران میاد و از این گروه دفاع میکنه و میگه که اینها در واقع مردم آمریکا بودن که دولت کنگره آمریکا رو مورد حمله قرار دادن، این واقعا خیلی جالبه و جلب توجه زیادی کرد. اون چیزی که بسیار مهمه اینه که سخنرانی آقای رئیسی موضوع بحث و گفتگوی وسیعی در سراسر دنیا شده و منتها نوع گفتگو چه ارتباطی با منافع ملی ایران، با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره، اصلا همچیزی وجود نداره. اجازه بدید من یه با استفاده از یک جمله بسیار معروفی که آیت الله منتظری در رابطه با گروگانگیری گفت، وقتی به آقای منتظری گفتن که این گروگانگیری بر ضد منافع ملی ایران، یعنی به ضرر رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایرانه، منتظری جوابی داد که برای تاریخ جالبه، جوابی که اسمشو گفت یک جواب آخوندی، یک جوابی که از قم میتونست بیاد ولی به شکل عجیبی واقعیتی درش نهفته بود. و او گفت عذر میخوام که من دقیقا کلمات آقای منتظری رو تکرار میکنم، اگر که بی‌ادبی ممکنه توش ادعی ببینن، ولی مهمه که ما کلمات کسی رو که در اون زمان این عبارت رو کی گفت، 13 دسامبر 1979، یعنی حدود یک ماه و نیم دو ماه بعد از آغاز گروگانگیری که سازمان ملل متحد داشت سعی میکرد که میونجیگری بکنه و این مسئله رو از طریق مسالمت‌جویانه و دیپلماتیک حل بکنه. آقای منتظری به اون فردی که گفته بود این گروگانگیری بر ضد منافع
ملی ایرانی گفت که رفت خمینی با این گروگانگیری رفته توی چای زمزم شاشیده. یعنی اومد گروگانگیری رو تشبیه کرد به شاشیدن توی چای زمزم. و برای جوانایی که از چای زمزم اطلاع ندارن، بد نیست که مسلمانان معتقدن که هزاران سال پیش وقتی که پسر ابراهیم اسماعیل و مادرش از تشنگی در صحرای عربستان با خطر مرگ مواجه بودند، خداوند چشمه یا چاهی آفرید که اینها رو از مرگ نجات بده. و امروز این چاه زمزم یکی از مقدسترین مکانها برای همه مسلمان هاست. و آقای منتظری چی میاد میگه؟ میگه خمینی گروگانگیریش مثل اینه که رفته توی این چاه زمزم ادرار کرده. همین حرف رو در رابطه با سخنرانی آقای رئیسی هم میشه زد. یک سری مهملات و مزخرفاتی که یا دروغ بود یا قلب واقعیت بود، مسخره بود این، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که همونطور که آقای منتظری گفت، همه دنیا دارن راجع به شرف میزنن که رئیس جمهور ایران اومده حرفای ترامپ رو تایید میکنه. یه عده قانون شکن که به کنگره آمریکا حمله کرد، حالا هر انتقادی که آدم از سیاست خارجی آمریکا داره به جای خود، بسیاری از کشورها دارن، بسیاری از خود مردم آمریکا دارن، ولی اینکه یک کسی بیاد و به این شکل مطرح بکنه، اینه که بله صحبت‌های آقای این انشای پوچ و بیمعنی و مسخره پر از دروغ و تضاد و تناقض، همه راجبش صحبت میکنن به این دلیل که گروگانگیری تمام دنیا شروع کردن راجبش صحبت میکنن. و برخورداری خمینی و رئیسی چیه از این مهملات؟ اینه که همه دارن راجبشون صحبت میکنن. خیلی جالبه که این حرف از کسی میاد که قرار بود جانشین خمینی باشه. و بعد وقتی من خاطرات این انسان رو که منتشر شد خوندم، دیدم که او از آغاز در عین نوعی ساده دلی، ولی یک به اصطلاح انسانیتی، نوعی ترحم و نوعی به اصطلاح ملی‌گرایی هم در این آدم بود که این واقعیت رو گفت. و واقعا هیچ بهترین راهی این که ما سخنرانی آقای رئیسی رو بخوایم تعریف بکنیم، باید نقل قول بکنیم از آقای منتظری که رئیسی اومد از طریق یک انشایی که ضبط شده بود و صد بارم تکرار کرده بود و در واقع همون کاری کرد که خمینی در رابطه با گروگانگیری کرد، یعنی ادرار کردن در چاه زمزم. و هر کسی که این کارو بکنه مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سخنگویان در سراسر دنیا و خصوصا کشورهای اسلامی قرار میگیره. این چه ارتباطی با منافع ملی ایران داره؟ فقط مجانین میتونن در اینجا ارتباطی بین رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران و سخنرانی یا این آقا و یا گروگانگیری خمینی پیدا بکنم. ولی به هر حال رژیم ایران از واقعیت ها بیگانه است، از با ارتباطی با منطق، ارتباطی با استدلال به هیچ وجه نداره. بنابراین ما وقتی راجع به رژیم جمهوری اسلامی خواهیم قضاوت بکنیم، بیشتر تو مرحله روانکاوی و روانشناسی و جنون یعنی قدرت مطلق. فقط فساد نمیآفرینه، قدرت مطلق میتونه نوع جنون هم بیافرینه. در سراسر دنیا مثالهای بسیار زیادی، یعنی بریدگی از واقعیت، بریدگی از منافع مردم. و این یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی که دائم دنبال این رژیم چی به چه نیازی داره. این رژیم ماهیتا نیاز به دشمن داره، دائم باید این دشمن رو بزرگ بکنن. نماد دشمن در نظر خمینی و از نظر رئیسی و از نظر بر ایران، برای ایرانی ها بسیار، برای این رژیم بسیار مهم شده. متاسفانه هنوز شاید بخشی از اون جامعه هم باشن، 10%، 5%، 15%، ما نمیدونیم که از این تحت تاثیر این مهملات قرار بگیرن. ولی در رابطه با منافع ملی ایران، اینها واقعا دشمنان رفاه و امنیت و حیثیت سرزمین مادری ما هستند. شاهد یه به نظر من یه دودوزه بازی هستیم از طرف رهبران پاکستان که دارن انتقاد میکنن از اینکه طالبان جلوی فعالیت های زنان رو دارن میگیرن و سختگیری میکنن به زنان. میخواستم نظرتون رو در این مورد بدونم و بعد اون تصور و رویایی رو که مسئولین جمهوری اسلامی دارن از اینکه همکاری با طالبان رو تا اینجای کار به صلاح خودشون دونستن،
میخواستم یک بررسی بفرمایید از این داستان و کل اون چه که ما الان شاهدش هستیم و پیامدهایی رو که ممکنه روز به روز خطرناک و خطرناکتر بشن. ببینید جا آمریکا به هر حال یک جامعه باز و دموکراتیک به این معنا که افکار عمومی در رابطه با مسائل میتونه تأثیر اساسی روی سیاست داشته باشه. اکثریت در سال 2016 که رقابت بین پرزیدنت ترامپ و خانم کلینتون بود، اکثریت بزرگ مردم آمریکا میخواستن از افغانستان بیان بیرون. نظام ناظرین همینطور، تحلیلگران همینطور، که این جنگ نمیتونه نتیجه نظامی مثبت برای آمریکا داشت. به این نتیجه رسیده بودن و امروز هم که ما ببینیم وزارت دفاع آمریکا، دستگاه اینتلیجنسی های آمریکا همه به این نتیجه رسیدن. و ترامپ استفاده کرد از این در 2016. یکی از دلایل موفقیت او در انتخابات 2016 این بود که موضعی 100% بر ضد دخالت نظامی آمریکا در منطقه گرفت و گفت ما باید از افغانستان و عراق بیایم بیرون. این موضعی بود که او گرفت و به نفعش تموم شد. و در فوریه 2020 اومد در با طالبان یک عهدنامه امضا کرد که من اینو با دقت خوندم. این در 4 صفحه که شما بخونی خیلی روشنه که آمریکا تسلیم داره میشه به طالبان، برای اینکه امیدی برای پیروزی نمیبینن به دلایل مختلف که نمیخوایم اینجا راجع هم از نظر به اصطلاح فساد کسانی که سر کار بودن، عدم توانایی نظامی به اصطلاح لشکر اون ارتشی که درست کرده بودن و غیر ذلک نمیتونه. و این در واقع تاریخی رو که ترامپ گذاشته بود برای خروج آمریکا در ماه می بود، یعنی حدود 3 ماه قبل از اینکه این کار اتفاق افتاد. پرزیدنت بایدن همون رو اجرا کرد، اومد همون رو اجرا کرد، برای اینکه هم از نظر سیاسی به نفع خودش بود، هم از نظر سیاسی مورد حمایت وسیع آمریکا. و تا امروز اکثریت بزرگ مردم آمریکا، اکثریت بزرگ اعضای هر دو حزب خروج آمریکا از افغانستان رو ضروری میدونن، ولی میگن که نوع بیرون اومدن آمریکا از اونجا اومد به اعتبار این کشور. واقعیت امر اینه که طالبان قول داده بود که آمریکایی ها تمام نیروهای خودشون رو از اونجا بیرون بیارن بدون اینکه اونا حمله نظامی بکنن، و در واقع به قول خودشون واقعیت اینه که وفادار بودن. اون گروهی که اومد در فرودگاه حمله کرد، اون گروه بر ضد خود طالبان بود، یه گروه به اصطلاح بخش به اصطلاح خراسان طالبان یا خراسان داعش بود که هنوزم هستن. اینها بودن که حمله کردن و در واقع این حمله در فرودگاه و خصوصا کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 انسان بیگناه دیگه بود که این از نظر سیاسی به ضرر بایدن تموم شد. ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته کسی اشکالی نداشت که دارن میان بیرون و کسی انتظار نداشت، یعنی بینش اینها، انتظار اینها این بود که طالبان بتونه به اندازه کافی در اونجا از به اصطلاح امنیتی ایجاد بکنه که اینا بتونن همه بیان بیرون. این بینش غلط بود و یک گروه اومد به این رو لطمه. و به نظر من این به خودی خود تأثیری در آینده در نیروی آمریکا هنوز اونجا از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر دیپلماسی این کشور تو کوتاه مدت به اعتبارش لطمه خورده. توجه داشته باشیم که در ویتنام هم تو کوتاه مدت به ویتنام به آمریکا لطمه خورد ولی زود تموم شد و امروز سرمایه گذاران بزرگ آمریکایی امروز در ویتنام فعالیت های اقتصادی میکنند و ویتنام با آمریکا روابط بسیار عادی داره و بسیاری از مردم رفت آمد میکنند بین دو کشور. آیا طالبان، مشکل طالبان امروز چیه؟ مشکل طالبان اینه که با بانک مرکزی طالبان 9.5 بیلیون دلار پول در بانک های آمریکا داره که آمریکا اینها رو همه رو مسدود کرده استفاده بکنه که از طالبان آوانس هایی بگیره. طالبان علت این که پاکستان و هندوستان در افغانستان رقیبن. پاکستان از نیروهای تندروی افغانستان برای مبارزه با هندوستان در کشمیر که امروز زیر سلطه هندوستانه و اکثریتشون مسلمانن، حالا ما چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، واقعیت امنیه که اکثر مردم کشور کسانی که در کشمیر زندگی میکنن مسلمانن و امروز دولت هندوستان
در واقع اونجا رو به طور کلی کنترل بکنه و این جنگ بین پاکستان و هندوستان که از زمان استقلال هندوستان و پاکستان 4 بار این جنگ اتفاق افتاده. علت این که دیگه جنگ مستقیم با هم دیگه ندارن اینه که هر دوشون سلاح هسته‌ای دارن و سلاح هسته‌ای داشتن یعنی هر دو میخوان دست به خودکشی بزنن. اینه که در افغانستان رقابت داشتن، پاکستان هندوستان داشت از موضع آمریکا و از موضع نیروهای ضد طالبان در اونجا بهره‌مند میشد، استفاده میکرد، پاکستان بر ضد اونها. به هر حال در چارچوب منافع ملی و امنیت خودشون اینها معنی میدن، اینها قابل فهم هستن، اگرچه از نظر ارزشی و از نظر انسانی و از نظر اخلاقی و میتونیم همه این چیزها رو مورد انتقاد قرار بدیم، ولی برای خودشون یک ضبط و ربط منطقی دارن و این قابل فهمه. ایران که میرسه، ایران باز تی یک نکته بسیار بسیار مهم که در اینجا در رابطه با فساد سیاست خارجی ایران باید بگیم که جنگ بین شیعه و سنی در 42 سال گذشته دلیل اصلیش ایران بوده. قبل جنگ بین شیعه و سنی 1400 ساله که ادامه داره. در تمام این دوره 23 سالی که محمد سرکار بود همش جنگ بود. و بعد از اینم که اون فوت کرد از اون 4 تا خلیفه که اومدن فقط اولی به عمرت از طریق طبیعی مرد، چونم ابوبکر 2 سال از خونه بیرون نمی اومد به خاطر اینکه مریض بود، ولی اون 3 نفر دیگه عمر و عثمان و علی همش در حال جنگ بودن و هر ستایشون به وسیله منتقدین و مخالف خودشون ترور شدن. این مدلی است که برای ایران و برای طالبان وجود داره. ضدیت طالبان و ضدیت ایران با تجدد فرهنگی و اجتماعی هماهنگ منتها چون در ایران یک طبقه متوسط تحصیل کرده وسیع تری وجود داره، ما یک تاریخ به صدا روشن فکری وسیع تری داریم، این خرافاتی های ایران نمیتونن مثل طالبان با ما، ولی از نظر اعتقادی و از نظر حرفاشون و از نظر مواضعی که از نظر قانونی نامیگرن تفاوتی بین اون. مشکل اساسی ایران در طالبان چیه؟ اینه که طالبان یک تشکیلات تندروی سنیه که با ایران رقابت داره و هیچ نوع پذیرشی برای هزاره ها، یعنی 15% از جمعیت شیعه افغانستان که اینها در 42 سال گذشته از ایران کمک های اقتصادی و نظامی گرفتن. شاه مقصود و پسرش هر دو به ایران بودن، پسرش در ایران درس میخون، ولی طالبان دشمن اوناست. بنابراین باز ایران اینجا در برابر یک دوراهی قرار گرفته. اگه بخواد با طالبان بسازه، یعنی حرفایی که 42 سال راجع به شیعیان هزاره ها میزنه باید بریزه دور، و اگه بخواد به اونا همکاری بکنه با طالبان نمیتونه بسازه. و در هر شکلی که باشه طالبان، یعنی این خرافاتی های سنی و خرافاتی های شیعه که هیچ ارتباطی با عقل و منطق و تاریخ و انسانیت ندارن، اینا دشمن هم دیگر. بدون دشمن نمیتونن. تصور میتونی بکنی کسانی که دائم قمه میزنن، سینه میزنن، امام حسین امام حسن میکنن، بگن ما دشمن نداریم؟ طالبان هم همینه. اون چیزی که مهمه برای طالبان و ولایت فقیه اینه که هر دو نیاز مبرمی به دشمن دارن. ماهیتشون ماهیتی که دشمن میخواد، و دوم این که دشمن آزادی زنان، دشمن تجدد فرهنگی و اجتماعی. از نظر نیروی نظامی، موشک سازی و یا به طور کلی صنعتی از اون جهت به هیچ رقابت نیستن. ایران میخواد از یه طرف میخواد برگرده به معیارهای 1400 سال قبل در رابطه با زندگی کردن انسانها، ولی وقتی به جنگ و دعوا میرسه سلاح هسته‌ای میخواد، موشک های دورزن میخواد. طالبان هم توی همون خطه. مشکل طالبان اینه که بخواد طوری رفتار بکنه که این 9.5 بیلیون دلار مسدود شده آمریکا بتونه یه مقداری به اونها کمک، برای اینکه اونها سخت مشکلات اقتصادی و معیشتی دارن. این کشورها تا زمانی که گرفتار خرافات، گرفتار مطلق اندیشی، گرفتار نیاز به دشمن هستن، این مسائل و مشکلات براشون تموم نمیشه. کی میاد سر کار مهم نیست، فقط اون موقع اینا میتونن تغییر موضع بدن که به منافع ملی خودشون، به انسانیت مردم، به برابری مردم، حالا نمیخوام سوئد بشن، سوئیس بشن،
فرانسه بشن به هیچ وجه، ولی بیان این جنایاتی رو که نسبت به منتقدین مخالف خودشون از راه شکنجه و زندان و اعدام میکنن از اینها دست بردارن. و هنوز طالبان و ولایت متحده فقیه در این رابطه هیچ تغییری نکردن و اگر هم تغییرهای تاکتیکی بکنن به دلیل دست آوردن نیاز به پول ایران برای فروش نفت طالبان برای خلاص کردن این 9.5 بیلیون دلاری که در بانک‌های آمریکا داره. جناب دکتر منصور فرنگی، نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیک مجددا بتونم از اطلاعات شما، از حضور شما در برنامه استفاده بکنم.